اما حالا میخوایم مشتق پذیری رو تو توابع معروف بررسی بکنیم. اولین تابعی که میخوایم مشتق پذیریش رو بررسی بکنیم تابع براکت. توجه کنیم، توابع براکتی میگم اگر داخل براکت عدد صحیحه حد ندارد، ناپیوسته است، مشتق هم نداره، مگه اینکه. ببین همه رو دیگه کنار هم آوردم که ببینی. اول از همه باید به این توجه کنی، گفتم اگه داخل براکت عدد صحیح بشه، هم تو حد گفتیم هم تو پیوستگی گفتیم، اگه داخل براکت x مهم نیست، اون x رو که میذاریم اگه تو براکت رو عدد صحیح بکنه، نه حد داره نه پیوسته است نه مشتق داره، مگه اینکه برای حد داشتن دو تا شرط، هر کدوم این دو تا رو داشته باشه اوکی میشه. یک، ضریب صفر کننده، یعنی پشتش یه عبارتی باشه که صفر بشه تو اون نقطه. دو، ماکسیموم یا مینیموم باشه توی اون نقطه. اگر یادت رفته برو فیلم حد چپ و راست رو ببین. پیوستگی باز ضریب صفر کننده میخواست، یا اینکه تابع تو اون نقطه چی بشه؟ مینیموم بشه. ببین دیگه ماکسیموم اینجا خبری ازش نیست. برای مشتق پذیری چی؟ مشتق پذیری دو تا ضریب صفر کننده میخواد یا مینیموم باشه. یعنی شما با یه دونه ضریب صفر شونده حد داشتن و پیوستگیتون کارش را میفته، اما برای مشتق پذیری دو تا ضریب صفر کننده لازم داریم. ضمن این که من توضیح بدم، وقتی اینجا من میگم ضریب صفر کننده داشته باشه یه دونه، حالا دو تا داشته باشه، سه تا داشته باشه، 10 تا هم داشته باشه، مشکلی نیست. یعنی اینکه شما اگر تعداد ضریب صفر کننده تون بیشتر بشه مشکلی براتون ایجاد نمیشه. یعنی اینا حداقلن، یعنی برای مشتق پذیری من حداقل دو تا ضریب صفر کننده میخوام، حالا 4 تا داشته باشه اب نداره، 200 تا داشته باشه اب نداره، اصلا مهم نیست. الان اینجا نگاه کن، گفته مشتق پذیری تابع y مساوی براکت x را در x مساوی 1 و x مساوی 1 دوم بررسی کن. بچه ها توجه کنین، برای ما x مهم نیست، برای ما مهم اینه که این x رو داخل اون براکت که قرار میدیم عدد صحیح میشه یا غیر صحیح. من وقتی قرارش میدم میشه یک و یه دونه عدد صحیح میشه. خب حالا که عدد صحیح شد مشتق نداره. چرا؟ چون نه دوتا ضریب صفر شونده پشتش داره، نه اینکه اون تابع داخل مینیموم داره. مینیموم یعنی همچی شکلی باید باشه، ولی این x یه خط دیگه، بس خبری هم مینیموم نیست. تو اون یکی نقطه نگاه کنید، توی یک دوم، من اگه یک دوم داخل براکت بذارم عدد صحیح نیست، پس بنده خدا هیچ مشکلی نداره و مشتق داره. سوال بعدی رو ببینی، اومده گفته مشتق پذیری تابع جی ایکس مساوی ایکس من ایک در براکت ایکس و اف ایکس مساوی ایکس من ایک به تمام دو در براکت ایکس را در ایکس مساوی یک بررسی کنید. خب ما تابعمون رو می‌نویسیم. اولین قدم اینه که جایگذاری کنیم ببینیم تو براکت چه خبر میشه. برای تابع جی ایکس من اگه یک رو بذارم توی براکت میشه یک و عدد صحیح. حالا میخوام ببینیم مشتق داره یا نداره. یه لحظه ظاهر تابع جی ایکس رو نگاه کنید. تابع جی ایکس یک دونه ضریب صفر شونده پشتش داره، پس کارش برای مشتق پذیر بودن راه نمیفته. اگه پرسیده بود پیوسته است یا نه، میگفتم بله پیوسته است، به خاطر اینکه یه ضریب صفر شونده داره، ولی این کارش برای مشتق پذیر بودن راه نمیفته. ما برای مشتق پذیری حداقل دو تا ضریب صفر شونده لازم داریم، مینیمم هم که نداره، پس میگیم مشتق نداره. اما اف ایکس رو نگاه کنید، اگه یک رو جایگذاری کنیم توی براکت میشه عدد صحیح. حالا که توی براکت میشه عدد صحیح، نگاه میکنم ببینم ایول پشتش دو تا ضریب صفر شونده داره، پس این عبارت مشتق داره. به همین سادگی شما با این نکته‌ای که گفتم میتونید مشتق پذیری و مشتق ناپذیری براکت ها رو بررسی بکنید. حالا گفته مشتق y مساوی x2 در براکت x در x مساوی 5 سوم کدام است؟ شما به عنوان دانش آموز فرمولی برای مشتق براکت بلد نیستی. خب مشکلی نداره، کسی بلد نیست فرمولی براش. پس آقا مشتق براکت رو چیکار کنیم؟ نگاه کن اینجا رو. میگم اگر مشتق یک تابع براکتی خواسته شده، ابتدا بررسی میکنیم تابع در نقطه داده شده مشتق پذیر هست یا نه. اگر مشتق پذیر باشد به جای براکت مقدارش رو قرار میدهیم و سپس مشتق میگیریم. پس اول نگاه کن ببین براکت دستان تو نقطه مشتق داره. اگر مشتق داشت بعد جاش عدد بذار شروع کن مشتق گرفتن. این سوال رو نگاه کنید، ما الان باید تو نقطه 5 سوم بررسی بکنیم کجا برای مهم بود؟ داخل براکت. من میام 5 سوم رو میذارم تو براکت، میبینم عدد صحیح نمیشه. وقتی که عدد صحیح نمیشه، پس در نتیجه ما میتونیم بگیم تو این براکت مشتق پذیره، پس به جای براکتش مقدارش رو میذاریم. خب میشه y مساوی x2 در براکت 5 سوم. 5 سوم که یک و خورده ایه، پس میشه y مساوی x2 که مشتقش میشه 2x.
حالا جای ایکساش 5/3 بذاریم میشه 2 ضرب در 5/3 میشه 10/3. پس اگر تابعی به شما دادن و مشتقش رو خواستن و تابعش تابع براکتی بود، حتماً 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 شما باید مشتق پذیریش رو بررسی بکنید. نکته رو ببینید، میگه تابع از هر طرفی پیوسته باشد، از همان طرف میتواند مشتق داشته باشد. یعنی مثلا اگر مشتق راست خواست باید پیوستگی راست داشته باشه. اینو قبلا هم حرف زدیم راجع بهش. میگه وقتی سوال مشتق یک طرفه میخواهد، قبل از انجام هر کاری بررسی میکنیم که تابع از آن طرف پیوسته هست یا نیست. یعنی شما مثلا اگه مشتق راست ازتون خواستن، تو تابعایی که امکان داره ناپیوسته باشه مثل چند ضابطه مثل براکت، اول پیوستگی از اون طرف رو بررسی کن. اگر پیوستگی داشت برو سراغ ادامه کار. مثلا ببینی گفته مشتق راسته ایگرگ مساوی 3x و 1 در براکت x در x مساوی 2 کدام است؟ بچا ما تابع براکت داریم، طراح مشتق راست توی دو رو خواسته. قدم اول اینه که ما ببینیم این از راست پیوسته هست یا نه، یعنی حد راست رو با مقدار برابر قرار بدیم. دو بیشتر رو بذاریم براکتش میشه 2، خود دو رو بذاریم میشه 2. پس این از راست پیوسته هست، پس مشتق راست داره. حالا که مشتق راست داره، گفتیم به جای براکته باید مقدارش رو بذاریم. یعنی ببین دارم 2 بیشتر میذارم، براکت 2 بیشتر چند در میاد؟ 2. یعنی این عبارت میشه 6x منهای 2. پس چیکار کردم؟ اول بررسی کردم که مشتق راست داره، دیدم بله داره، حالا به جای براکت عددش رو گذاشتم، حالا از این مشتق میگیرم، مشتقش میشه 6. اگر این از راست پیوستگی نداشت، سه سوت گزینه 4 رو میزدم، چون میگفتم وقتی پیوستگی از راست نداره نمیتونه مشتق راست داشته باشه. بعدی گفته مشتق راست تابع براکت منفی x در مبدا مختصات چقدر است؟ ببین دوباره مشتق راست هست. وقتی دوباره مشتق راست خواسته، من تو قدم اول باید بیام شروع بکنم پیوستگی راستش رو حساب بکنم. خب برای پیوستگی راست اول حد راست میخوام بگیرم. صفر بیشتر رو اگر بذاریم خب به توان 2 برسه همچنان مثبت، ولی یه منفی داره توش ضرب میشه، پس میشه یه عدد منفی، یعنی میشه صفر کمتر. پس چی شد؟ صفر بیشتر یعنی یه عدد کوچولو، مثلا 1/10 به توان 2 میشه 1/100 دیگه. یه منفی توش ضرب میشه، میشه منفی 1/100، یعنی میشه یه عدد از صفر کمتر، براکتش میشه منفی. این حد راستش. مقدار یعنی دقیقا خود صفر رو بذاریم. خب آقا ما موقعی که صفر رو میذاریم، خب این دقیقا میشه جوابش صفر. وقتی که جواب شده صفر، آیا الان سمت راست پیوسته است؟ نه، چون پیوسته نیست، به همین خاطر میگیم این عبارت مشتق ندارد و جواب میشه گزینه 4. پس خانوما آقایون توجه بکنید، وقتی مشتق یه طرف از شما میخوان، حتما باید پیوستگی از اون طرف رو چیکار بکنید؟ بررسی بکنید. اما این سوال رو ببینید که سوال کنکور بوده. گفته اگر f x باشه x منهای براکت 2x2 در x f پریم رادیکال 2 بیشتر، یعنی مشتق راست تو رادیکال 2 منهای مشتق چپش میشه. خب دانش آموزای من عادت دارن به محض اینکه بهشون میگیم مشتق چپ مشتق راست تو تابعی مثل براکت مثل چند ضابطه که پیوستگی روشون حساسه، میگن آقا ما اول باید بریم پیوستگیش رو بررسی بکنیم. یه سری ها میگن خب تو گزینه ها که نداریم وجود ندارد. میگم حالا این سوالو بیا بررسی بکنی. نگاه کن، برای پیوستگی راست اول حد راست رو میگیریم. رادیکال 2 بیشتر به توان 2 میشه 2 بیشتر، ضرب در 2 میشه 4 بیشتر، براکتش 4. خود مقدار رو اگه بزنیم، یعنی خود رادیکال 2 رو بزنیم، میشه 2 در رادیکال 2 به توان 2، جواب میشه 4. پیوستگی راست داره، پس مشتق راست رو میتونیم حساب کنیم. بریم سراغ پیوستگی چپ. میشه رادیکال 2 کمتر به توان 2، ضرب در 2 میشه 4 کمتر میشه 3. خود مقدارش هم حساب کنیم، این به دست میاد 4. یعنی این تابع از سمت چپ پیوسته نیست. بچه ها ببینید حتی ضریب صفر شدن هم پشتش نذاشته، خودش که پیوسته نیست. اگه مثلا تو رادیکال 2 الان این پشتی صفر میشد، میگفتیم چون ضریب صفر شدن داره پس پیوسته است حتما، پس میتونیم مشتق راست و مشتق چپ رو حساب بکنیم. ولی ماجرا اینجاست که این تابعی که به ما دادن اصلا پیوستگی چپ نداره، پس ما نمیتونیم مشتق چپ براش بگیریم. وقتی نمیتونیم مشتق چپ بگیریم، پس طبیعتا این مشتق چپ وجود نداره، یعنی یه گزینه باید میشد وجود ندارد. طراح کنکور به این توجه نکرده، یعنی نظر طراح کنکور این بوده خب اب نداره، حالا رادیکال 2 بیشتر رو بذار و مشتق رو بگیر، رادیکال 2 کمتر هم بذار مشتق بگیر، که علاوه علمی غلطه و یکی از سوال های غلط کنکور این.
من دقیقا همونو گذاشتم، این گزینه‌هاشو تغییر ندادم. الان باید ما یه گزینه‌ای داشتیم به اسم وجود ندارد و اونو می‌ذاریم، می‌گفتیم چون مشتق چپ نداره پس این تابع مشتق پذیر، یعنی مشتق چپ نداره پس حاصل نمیشه به دست بیاد. یعنی شما امکان داره مشتق راست داشته باشی، چپ داشته باشی، با هم برابر نباشن. خب اب نداره، این همچی سوالی حل میشه. ولی ماجرا اینجاست که الان اصلا مشتق چپی وجود نداره، یعنی این عبارت دومش اصلا وجود نداره، پس ما نمیتونیم ازن محاسبش بکنیم و به همین خاطر باید یک گزینه وجود ندارد میذاشتن که متاسفانه نذاشتن.